بسم الله الرحمن الرحیم صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم عرض سلام و ادب و احترام دارم کتابی که در دستم دارم این کتاب کتاب معنوی و ملکوتی و کتابی است که از عالم بالا بر جان نازنین بر قلب پاک و مقدس و قدسی و خدایی و آینگون حضرت رحمت للعالمین فرود آمده است آن آقا و مولای که سالها در حرا با خدای خیش خلوت و اونس گرفت و جان خیش را صدود و خدا در او شایستگی دید و این ماجزه جاودانه به او تقدیم شد این نسخه معنوی و هدایت و نسخه شفا برای جان انسان ها نسخه که شفا اون لماف صدور شفای مرهم زخم های پنهان و وجودی نوع بشر است نوع بشر از دیرباز همواره از درون در انواع از گرفتاری ها و در گرداب ها اسیر بوده است و این کتاب آمده است تا برای متقین تا برای پارسایان تا برای آنان که تقوای دل را انتخاب کردند تا برای آنان که دل داده اند. برای رسیدن به حق و حقیقت لمن کان له قلب او القسم او هو شهید این کتاب قرار است که برای آنان راه نجات را فراهم نماید این کتاب این کتاب کتاب وحدت است کتاب توحید است کتاب است, کتاب است که انسان را به سرمنزل وحدت سوق می دهد. جان انسان را از کسرات می و به سوی واحد معطوف می دارد. این کتاب کتاب است که نوع بشر را متحد و امت واحد معرفی می نماید کان الناس امتا واحده این کتاب کتاب است که دعوت می کند بیایید به ریسمان آزادی و آگاهی و به ریسمان خدایی چنگ بزنید و تفرقه را رها نمایید و اتسمو و حبل الله جمیعا ولا تفرقو این کتاب و کتاب به با باورمندان خطاب می کند که شما برادر هستید انما المؤمنون اخوه این کتاب کتاب محبت است کتاب عشق و برادری است کتاب است که در این کتاب خشونت راه ندارد کتاب است که از زبان حابیل که او را نسخه انسانهای مقدس تاریخ و الگوی انسانهای مظلوم تاریخ معرفی میکند از زبان او میگوید لین بسدت الی یدک لتقتلنی ما انه بهباسط یدی لاقتلک نانی اخافو الله ربرب اخاف... اخاف ال... رب العالمین این کتاب کتابی ست که میگوید از خشونت دور شوید من قتل نفسا به غیر نفس فک قتل ناس جمیعا هر کی خون یک فرد را روا دارد گویا خون نوع بشر را روا داشته است و من احیاها فک احیا ناس جمیعا این کتاب کتاب دعوت به سوی عدالت و برادری و برابری است میفرماید اعدلو هو اقرب للتقوا اگر تقوا میخواهید که این کتاب دعوت است به سوی تقوا عدالت را پیش نمایید این کتاب کتاب است که فلسفه بعثت پیامبران را قسط معرفی میفرماید و میگوید لیقوم الناس بالخست این کتاب کرامت ذاتی برای انسان ها قائل است و می فرماید و لقد کرمنا نابنی آدم انسان را گل سرسبد عالم خلقت معرفی میفرماید، آنجا که میگوید، گوید این فی الارد خلیفه انسان خدایی انسان قدسی احسن المخلوقین می باشد و مقام خلافت اللهی دارد و این کتاب کتابی است که در تاریخ امت آفریده است امت بس بزرگ و تمدن بس والا و این کتاب کتابی است که فراتر از فهم رایج مسلمانان می باشد کتاب است سفره است برای گشوده شده برای همگان برای نوع بشر کتاب است که فراتر از فهم زمانه آنچنان که بزرگترین مفسران و بزرگترین فقها و عارفان و مربیان اخلاق و شخصیت های برجسته مذاهب و روشن فکران در مقابل این قرآن اظهار عجز نموده است این کتاب انیس خلوت گزیدگان است این کتاب یار رها شدگانی از هیاهوست آنان که رمیدن از هیاهو از غوغا از غوغای زمانه از غوغای اهل زمین از بیداد زمینیان کتاب است که میفرماید ففرو الی الله بیایید به دربار الهی پناه بیاورید فرار نمایید از تمام غمها و وسوسه و تمام نگرانی ها و آشفتگی ها فرار نمایید به کجا ففر رو الله به سمت آن خزانه قدسی به سمت ارحم الراحمین که از پدر و مادر برای همگان مهربان تر می باشد به دربار او پناه بیاورید این کتابی است که نباید از آن سرسری گذشت و این کتاب از سرسری خانون بیزار است و آنانی که سرسری با این کتاب مواجه می شود مواجه می شوند این کتاب از آنان شکایت دارند و آنان را حتی خوانندگانی که ظاهر قرآن را می گیرند و به فهم باطن آن کار ندارد معتقد است که بر دل آنها قفل, قفل افتاده است افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها آیات تدبر در قرآن نمی کنند یا اینکه بر دلهای اینان مهر افتاده است و این کتاب کتاب است که شکایت می کند از کی از آنانی که این کتاب را ابزار برای خیش درست کردند ابزار و دستاویزی برای توجیه باورهای غلط و باورهای نادرست و باورهای زمینی خیش و نخواستن از این کتاب به عنوان ریسمان برای رفتن به بالا استفاده نمایند و این کتاب شکایت می کند از آنان و قال الرسول یا ربی این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا خب قرآن را نباید پایین آورد قرآن را نباید در مسائل ذهنی خیش بخواهیم خلاصه نماییم نباید قرآن را ابزار برای توجیه حلایق و سلایق خیش قرار دهیم بلکه باید مرتبه وجودی خیش را برکشیم اعتلان نماییم پاک شویم تهارت وجودی پیدا نماییم تا بتوانیم حقیقت قرآن را لمس نماییم آنجا که می فرماید لا یمسه الا المتحرون و برداشت های متفاوتی از قرآن می باشد اما آن برداشت هایی که اخلاقی تر است اقلانی تر است جهان شمول تر است این برداشت های اخلاق تر، اقلان تر و جهان تر را باید انتخاب نبود و برای اطلاع و برای رسیدنی به آن مفاهیم والا باید افق دیرخیش را بالا کشید چین کتاب و از عالم بالا آمده است از افق مبین و به سمت اون افق قدسی باید حرکت نمود و همچون سیمرغان قاف معراج نمود بال گشود از تمام غوغا از تمام حیاهوها از تمام کششها از تمام ها، از تمام دد و دامهای زمین و زمان باید رهید باید آزاد شد باید پر بال گشود به با آن سمت افق مبین قدسی و علایک این کتاب ما را به اون سمت دعوت نموده است چین که این کتاب آسمانی است و انسان آسمانی میطلبد این کتاب است که از حالهای انبیا سخن دارد از زره داوودی سخن دارد و از چشمه زندگانی سخن دارد و از حیات طیبه حیات پاک حیات قدسی آنجا که میفرماید کار نیک را و زندگی نیک را پیشه نمایید تا به حیات اطیبه دست یابید من عمل صالحا من ذکر او عنثی فلنهینه حیات طیبة و لنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون برای فهم آن حقیقت والا باید نقاب از دل و جان خیش دور نمود هوا و ها را زنگار غفلت را از خیش دور نمایم که گفتن عروس حضرت قرآن نقابان گهز رخ گیرد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از غوغا چون که در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی هست قرآن حالهای انبیا ماهیان بحر پاک کبریا مرسن را نیست جرمی ای انود چون تو را سودای سربالا نمود چون تو را سودای سربالا نبود سودای بالا می رسیدنی رسیدن به آن افق قدسی و عرشی مفاهیم قرآن کریم که این کتاب کتابی است که انسان فرشی را عرشی می نماید و انسان خاک را افلاکی می نماید انسان است انسان اسیر را آزاد می نماید آنجایی که حتی یک آیه قرآن دزده رهزنی مشهور را پارسا و عارف زمانه درست می کند آنجایی که کسی که به حقیقت قرآن روی آورد تمام ملک و ملکوت برای او باز می شود ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرن هر که خدمت جام جهانما بکند و برای خدمت به این جام جهان باید با گام دل و جان و با اخلاص و عشق و عرفان و برهان و ایمان روی بیاوریم و خیش را خدایی نماییم و در این راه حرکت نماییم چنان که گفتن عجب نیست گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی که از خورشید جز گرمی نبیند ششم نابين آه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته